سال 2014 سالی که تمام مردم در نگرانی به سر می بردند. باورهای مردم و کشورهای جهان بر این بود که افغانستان به بحران بزرگ خواهد رفت. با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی که از آن بیشتر از 4 سال می گذرد، رئیس جمهور غنی با اجرای مراسم تعلیف در سخت ترین شرایط زمام امور را به دست گرفت. حکومت وحدت ملی خود یک تجربه نو و برآمده از دل یک بحران بود. در آغاز کار حکومت وحدت ملی نیز باور همه بر این بود که عمر این حکومت کوتاه است و بیشتر از چند ماه دوام نخواهد کرد. حکومت جدید با روی کار آمدنشان باید مشکلات بسیاری را بر شانه های خود حمل میکرد تا برنامه های ملی را طرح و عملی نماید و در زندگی مردم تغییر مثبت رونما شود. حکومت با مشکلات دست و پنجه نرم کرد و توانست در عرصه های مختلف اقتصادی، نظامی، اصلاحات، مبارزه با فساد، سیاست خارجی، زنان، آزادی بیان و عرصه های مختلف دستاوردهای بی پیشینه کسب نماید. در اخیر سال 2014 و ابتدای تشکیل حکومت وحدت ملی، روند سرمایه گذاری و دسترسی مردم به فرصتهای شغلی که بیشتر وابسته به حضور نیروهای خارجی بود، سیر نزولی را برخود گرفت. از این رو باید مشکلات زیادی را بر شانه های خود این حکومت حمل می کرد. حکومت وحدت ملی به خاطر رسیدن به صلح و ثبات در کشور و خودکفایی با وجود فساد گسترده اقتصادی، جرمی و نبود زیربناها روی ایجاد تحرک در برنامه های اقتصادی متمرکز شد. اصلاحات خواسته جدی و بنیادی مردم است که در زمان حکومت قبلی نتایجش مورد پسند نبود. این روند متوقف شد. اکنون اصلاحات اداری اعتبارش را دوباره در این دوره احیا کرده است. غریبترین اولاد وطن شانسش و فرصتش را در عالیترین بست‌ها میسر می داند. پیش از حکومت وحدت ملی، مسئولیت های امنیتی به عهده قوی مجهز پیشرفته و 140 هزار نفری ناتو بود که از حمایت های مدرن استخبارات و پوشش هوایی کامل بهره می بردند. در ابتدای تشکیل حکومت وحدت ملی، با وجود سعی و تلاش فرهنگ وابستگی به نیروهای بین المللی در جامعه، نیروهای افغان مسئولیت امنیتی را به گونه کامل عهده‌دار شدند و در حال حاضر بدون حمایت جنگی نیروهای بین‌المللی در نبرد با دشمن قرار دارند. از جمله نیروهای کماندو که با وسایل تجهیزات پیشرفته تجهیز شدند برای سرکوب دشمن و اثرترین عملیات شبانه را اجرا می کنند. از سوی هم برای اولین بار تیاره‌های جنگی قوای هوایی کشور مواضع کشور را بمباران کردند و موفقیت‌های خوبی به دست آمد. یکی دیگر از کارکردهای این حکومت مبارزه با فساد اداری، پیگیری دوسیه کابل بانک، جمع‌آوری پول‌های سرقت شده، استرداد هزاران زمین غصب شده از چنگ زورمندان و ثبت دارایی مقامات دولتی بوده است.
افغانستان هم اکنون در محور توجه دنیا قرار دارد. نشست های متعدد بین المللی در حمایت از افغانستان نشانگر این موضوع است. همکاری افغانستان با کشورهای کمک کننده و همکاران بین المللی هر روز بهتر می شود. در این حکومت برای اولین بار طرح صلح تدوین در نشست های کابل و تاشکند با حمایت کشورهای منطقه و فرامنطقه همراه شد. طرح صلح حکومت افغانستان حمایت علما و مردم را به همراه دارد. از کابل تا اندونزیا و عربستان علمای جهان اسلام صدای حمایت بلند کردند. دیدگاه روشن حکومت در بخش جنگ و صلح سبب شده است تا مدیریت صلح نیز به دست افغانها قرار گیرد. از شخص جناب رئیس جمهور صاحب ما خوش هستیم. از این که به یک فرد که است وطن کجا گلزار میشه. باید است که همه مردم که است دست به دست هم تا یک وطنی بسازه که هاری از هر نوع تبعیض باشه. ما پیشرفت هایی را که داریم در دوران دکتر صاحب و در دوره های قبلی نداریم. با این حال معاون سخنگوی ریاست جمهوری میگوید رئیس جمهور غنی دروازه ارگ را برای همه باز کرده است. در هر ماه صدها مورد ملاقات برای شهروندان از نقاط مختلف فراهم می شود و هیچ ممانعت برای دیدار رئیس جمهور وجود ندارد. ارگ خانه ملت است، دروازه ارگ برای تمام مردم افغانستان باز است. رئیس جمهور به طور اوسط ماهانه بین 3 تا 4 هزار هموطن ما را در برنامه های مختلف و مردمی ملاقات میکنه و در این قسمت هیچ نوع محدودیت وجود ندارد. مشارکت زنان در تمام عرصه ها از اولویت های حکومت وحدت ملی بوده است. حکومت وحدت ملی پلان عمل ملی جمهوری اسلامی افغانستان برای قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل را که از تعهدات نشست شیکاگو بود با هدف تقویت و مشارکت زنان در خدمات ملکی، افزایش دسترسی زنان به عدالت، تقویت نقش زنان در سکتور امنیتی و در عرصه‌های مختلف رونمایی کرد و به خاطر بسترسازی رشد علمی و سیاسی زنان، مبارزه علیه تبعیض جنسیتی در محیط کار، حضور برجسته زنان در سطوح تصمیم گیری، در رسیدن زنان به حقوقشان، این حکومت اقدامات عملی نموده است. ناهید ایثار معاون انسجام امور دولت در اداره امور ریاست جمهوری حضور زنان را در عرصه‌های مختلف و مخصوصاً سطوح رهبری پردستاورد دانسته می‌گوید زنان در حکومت کنونی بیشترین دستاورد و فعالیت‌ها را داشتند. شما که اداره امور ببینید در مجموع در سطح عموم بر طرف که شما رفته برین می‌بینید که جوان‌ها در کار هستند. در بخش خانما هم به می ترتیب تغییرات مثبت آمده، ولی عمده ترین تغییری که ما متوجه شدیم در بخش خانما آمده ایست که موجودیت خانما در اداره امور از حالت سمبولی کم کم برآمده، شکل تکنوکرات به خود گرفته. شما مثلا نمی معاونیت انسجام امور دولت یک معاونیت بسیار تکنیکی و مهم است در اداره امور، به اولین دفعه معاونیت زیر به یک خانم دادن خود از این نمایندگی از این میکنه که بمو توانایی خانما به صورت واقعیش به ظرفیت و تواناییشان باورمند شدن رهبریت دولت و در این حال سرزو کار میکنه. از گذشته 4 سال و چند ماه حکومت وحدت ملی، مردم شاهد رقابت نامزدان برای انتخابات پارلمانی بودند. سال بعد انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود. برای اولین بار است که انتخابات ریاست جمهوری در مطابقت با قانون برگزار می شود.